درود بر شما همراهان نازنین کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از اختلاف سنی عجیب خاننده های سنبالای ایرانی با همسرانشون در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. در این ویدیو به معرفی شوگرددی های موسیقی ایران پرداختیم. خاننده هایی که برای ازدواج چهارم و پنجم با کسی همسن دخترشون ازدواج کردند. اولین نفر در این لیست سیاوش قمیشیه. سیاوش قمیشی متولد 21 خرداد 1324 در دزفوله. اون خواننده و آهنگساز فارغ و تحصیل لیسانس رشته آهنگسازی از دانشگاه رویال سوسایتی آف آرتس لندنه. ایشون حالا در کنار آهنگسازی از خوانندگان صاحب سبک و پرطرفداره. سیاوش قمیشی در خانواده 6 نفره با دو برادر بزرگتر از خودش به نامهای سیروس و سیامک و یک خواهر به نام سیمین در دزفول متولد شده. خانواده قمیشی زمانی که اون نوزادی بیش نبوده به تهران رفتن. سیاوش قمیشی در 29 سالگی با دختری به نام لیلا ازدواج کرد که ثمره اون زندگی پسری به نام علی رزا شد. اونها مدتی در شیراز زندگی میکردند و سیاوش قمیشی بعد از طلاق از همسر اولش پنج بار دیگه هم ازدواج کرد که همگی به جدایی ختم شد و دیگه هیچ کدوم هم بچه ای نداشتند. با دختر خیلی جوونی به نام نازنین مرعشی ازدواج کرده که حدوداً 35 سال از سیاوش قمیشی کوچیک‌تره. خواننده بعدی بیژن مرتضویه. بیژن مرتضوی متولد 25 آبان 1336 در بابوله. ایشون موسیقیدان، آهنگساز، تنظیم کننده و ویولونیست حرفه‌ای و خواننده هستند. بیژن مرتزوی نواختن ویولون رو از سه سالگی شروع کرد زیر نظر معتبرترین اساتید ویولون از جمله پرویز یا حقی جهانگیر کامیان و عادل کریمینیا هفت ساله بود که با استعداد زیادش در موسیقی نواختن سازهای گیتار پیانو و سازهای کوبه ای رو شروع کرد بیژن مرتزوی سازهایی مثل تار و سنتور رو به شکل خودآموز یاد گرفت بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در کنار موسیقی ویولون رو هم به شکل جدی دنبال کرد. در این راه بسیار موفق بود. در سال 58 از انگلستان به آمریکا مهاجرت کرد و فوق لیسانسش رو در رشته موسیقی دریافت کرد. از اون به بعد در آمریکا ساکن شد و دو بار هم ازدواج کرد. از ازدواج اولش پسری به نام پژمان داره و برای بار دوم هم با دختر بسیار جوونی به نام ستاره سعیدی ازدواج کرد که این اختلاف سنی باعث شد حتی بیژن مرتزوی متهم به کودک همسری بشه. اما ستاره سعیدی بارها و در پستهای مختلف گفت که من چهرم اینطوریه و سنم هم خیلی کم نیست. من متولد 62 هستم. اما این ازدواج همیشه با هواشی زیادی مواجه بود و خیلی ها به ستاره حمله کردن و گفتند که فقط به خاطر پول استاد بیژن مرتزوی زنش شده. که ستاره بارها گفت من عاشق استاد هستم تا اینکه متاسفانه ستاره سعیدی پارسال به شکل ناگهانی در ترکیه حالش بد شد و راهی بیمارستان شد اون رو خیلی سریع تحت عمل جراحی مغز قرار دادن اما بعد از عمل به کما فرو رفت و متاسفانه دیگه به هوش نیومد و دار فانی رو ودا گفت خواننده بعدی عارف عارف کیا ایشون زاده 19 مرداد 1319 در تهران و اصالتا اهل اردبیله. آقای عارف از خواننده های معروف موسیقی پاپ ایرانه که به سبک اپرا میخونه. پدر و مادرش با هم فامیل بودن. پسرمو و دخترمو بودن. پدرش متولد نمین از توابع استان اردبیل و مادرش هم متولد باکو بوده. مادرش تحصیل کرده و دندون پزشک بوده. آشنایی عارف با دنیای موسیقی از جایی شروع شد که مادرش علاقه بسیار زیادی به موسیقی اصیل آذری داشته و عارف از زمان کودکی با مادرش به رادیو گوش می کرده و به این هنر علاقه شده بود. عارف بعد از دریافت دیپلم ازدواج کرد. این خواننده خوش صدا و پرطرفدار که با آهنگ سلطان قلب به شهرت دوچندان رسید، چهار بار ازدواج کرده که حاصل اونها چهار دختر به نامهای سهیلا، سابرینا، نازلی و نیکیتاست. که همهشون در اروپا و آمریکا زندگی میکنن. آقای عارف همچنین یک پسر به اسم سهیل داشته که در سن 41 سالگی به دلیل سرطان لزول مده و در ایران فوت شده. همسر فعلی آقای عارف خانومی به اسم اصل آزاده که سن دقیقش مشخص نیست اما در عکس ها و ظاهرش مشخصه که تفاوت اما در عکسهاش و از ظاهرش کاملا مشخصه که تفاوت سنی خیلی زیادی با آقای عارف داره که شاید در حدود سی سال یا بیشتر باشه خواننده بعدی شهرام سولتیه، خواننده ایرانی متولد آبان 1336 در تهران. تحصیلاتش رو در رشته موسیقی ادامه داده و خواهر شهره سولتی هم مثل اون خواننده معروف و پرطرفداریه. شهرام سلطی هم از اون دسته از خوانندگان پرطرفدار ایرانیه که سالها ساکن آمریکاست. اسم واقعی شهرام ابراهیمه. شهرام و شهره دو برادر دیگه به نامهای شاهروخ و بیژن دارن که یکیشون ساکن ایرانه. شهرام و شهره هر دو از هنرستان عالی موسیقی فعالیتشون رو شروع کردن. شهره به عنوان ساز تخصصی فلوس رو آموزش دید و شهرام کلارینت و پیانو رو انتخاب کرد. اونها در سن کم به تشویق پدرشون خوانندگی رو شروع کردند. اولین آهنگهای شهرام سلطی به نام خط موازی و سنگدل بسیار مورد توجه قرار گرفت. اون در سال 56 اولین آلبومش رو به نام توبه منتشر کرد. بعد از انقلاب هم در سال 57 به همراه خواهرش به آمریکا مهاجرت کرد. اون در ابتدا با خانومی ازدواج کرد که حاصل اون ازدواج دو تا پسر شد که خیلی زود جدا شدن. ازدواج دومش با آزیتا ارباب بود. دختر خانم جمیله و آقای محمد کریم ارباب که صاحب چندین کاباره و رستوران و سینما در زمان قبل از انقلاب بودند. خانم جمیله هم که دیگه نیاز به معرفی نداره، رقصنده معروف و پرآوازه ایرانی. این ازدواج هم دوامی نداشت و بعد از یک سال به دلیل مشغله زیاد شهرام و اینکه اصلا در خونه حضور نداشته از هم جدا شدند. شهرام سلطی در سال 88 با نارین شهبازیان یکی از مجریان و آرایشگران معروف شبکه پن ازدواج کرد که نارین 25 سال از شهرام کوچکتره و حالا حاصل این زندگی مشترک هم یک پسره. البته که در بین هنرمندان و خوانندگان ایرانی روابط غیررسمی زیادی هم وجود داشته که منجر به ازدواج نشده و ممکنه که حتی سالها ادامه داشته. در این بین خواننده ای هم بوده که گویا سید یک پرستو شده. آقای مرتزا برجسته که گویا مدتی با خانم جوانی در رابطه بوده که بعد مشخص شد یک پرستوی باج بگیر بوده. شهریور سال 98 بود که آقای مرتزا به صورت رسمی در پیجش اعلام کرد که در سن 67 سالگی در دام یک پرستوی 25 ساله گرفتار شده. این پرسو مدتی بعد با تهدید به افشای عکس ها و فیلم های خصوصی آقای مرتضا درخواست پنجا هزار دلار کرده بود که آقای مرتضا هم پای پلیس رو وسط کشید و هم تصمیم گرفت که خودش زودتر در اینستاگرامش این خبر رو منتشر کنه. بعدا طبق بررسی ها مشخص شد که این ماجرا سر بسیار درازی داره و دامن چندین خواننده سن دیگر رو هم گرفته و به نظر یه باجگیری حساب شده و با نقشه دقیق بوده. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.